در رابطه با همین موضوع گفتگو می‌کنیم با کیوان صمدی از بازداشت شدگان و آسیب دیدگان انقلاب زن، زندگی، آزادی. سلام می‌کنم به شما کیوان صمدی، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. ممنونم از شما و سپاس می‌کنم از بینندگان عزیزی که دارن ما رو نگاه می‌کنن. سپاس که همراه ما هستید. کیوان صمدی، شما فکر میکنید چقدر ضرورت داره اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت از فعالین زن که محکوم به بغی شدن و همچنین فعالین سیاسی که دو نفر از اونها بخشان عزیزی و همچنین شریفه محمدی براشون حکم اعدام صادر شده، شما ضرورت اعتراض به این احکام و این اتهامات سنگین رو چقدر مهم میدونید؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی بعد از اینکه انقلاب زن، زندگی، آزادی، حالا از اون صورتی که در خیابان‌ها به صورت فعالانه مردم حضور داشتن به یک حالت حرکت‌های اعتراضی دیگری تبدیل شد، سرکوب رو شروع کرد و با همین رویه به سمت گروه‌هایی رفت که بیشترین حضور رو در این انقلاب داشتند. با اعدام فعالین کرد شروع کرد، 4 نفر رو همزمان در یک شب به دار آویخت، فعالین سیاسی عقیدتی رو بعد از 15 سال دونه دونه هر 7 نفرشون رو اعدام کرد، بعد سراغ فعالین دیگر و فعالین کارگری رو دستگیر کرد و خود به خود این بخش از احکامی که برای زنان هم صادر شده ادامه دهنده همون روند سرکوب انقلاب زن، زندگی، آزادی هستش. و جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام در تلاشه که آخرین سنگر انقلاب زن، زندگی، آزادی، یعنی زنان رو که از روز اول حضور فعالانه‌ای در این انقلاب داشتن، و ما این انقلاب رو یک انقلاب فمینیستی همیشه معرفی میکنیم در جهان، میخواد با حذف اونها، حذف فعالین بزرگی که در این حوزه فعالیت داشتند، خود به خود باعث سرکوب بیشتر جامعه زنان و همچنین این حرکت انقلابی بشه. ما برای جلوگیری از این که این اتفاق بیفته باید به این موضوع اعتراض کنیم. ما اگر هنوز خودمون رو در شرایط انقلابی میدونیم، باید از انقلابیونی که همسنگر ما بودن حمایت کنیم و نگذاریم انقدر راحت جمهوری اسلامی حکم اعدام اونها رو صادر کنه و اجرا کنه. و اینکه به خانم شریفه محمدی و پخشان عزیزی حکم اعدام میده وقتی نسیم غلامی سینیاری رو با اون وضعیت نگه میداره، وقتی بریشه مرادی هر لحظه ممکنه حکم اعدامش صادر بشه، این داره به ما این سیگنال رو میفرسته که من در حال سرکوب زنان هستم. خب وقتی ما این سیگنال رو میگیریم باید در حمایت از زنان برخیزیم، چون اگر این کار رو نکنیم گروه بعدی که قرار سرکوب بشه قطعا خود ما هستیم. درود بر شما کیوان صمدی. ببینید الان ما یک صدا شنیدیم از ایران، توقعی که از گروه های فعال در خارج از کشور وجود داره، گروه های مبارزاتی که تحت عنوان زن، زندگی، آزادی دارن فعالیت میکنن، نهادها و انجمنهایی که حتی از قبل هم فعال بودن، سازمان‌ها، احزاب سیاسی. توقعی که از ایرانیان آزادی‌خواه در خارج از کشور مطرح میشه، نمیدونم، حتما صحبت‌های صبحان کاظمی رو شنیدید، فعال دانشجو از ایران. به نظر شما در خارج از کشور در حمایت از اقدامی که در بند زنان زندان اوین انجام شده که بسیار حرکت بزرگ و تاثیرگذاری هست، در اعتراض به صدور پی در پی احکام اعدام و اتهام سنگین بغی چه اقدامی میشه انجام داد و چرا باید زود دست به کار شد در خارج از کشور؟ خب ما در 2 روز اخیر پیام‌های بسیار از داخل کشور گرفتیم، از فعالین، تشکل‌های دانشجویی که از داخل کشور دارن از ما میخوان که یک حرکت اعتراضی هماهنگ در خارج از کشور ترتیب بدیم. ما هم به همین دلیل در تلاشیم که یک حرکت اعتراضی برای 10 و 11 آگوست، یعنی شنبه و یک شنبه، ترتیب بدیم که در سراسر اروپا و آمریکای شمالی یک صدا به خیابان‌ها بیایم، در شهرهایی که
این امکان براشون فراهم هستش ایرانی ها به خیابون بیان و اعتراض خودشون رو به این احکام اعلام کنند. برای همین من از تریبون شما استفاده میکنم و از تمام آزادی خواهان در سراسر جهان میخوام که به این حرکتی که عزیزان فعال در داخل کشور و همچنین تشکلهای دانشجو از ما خواستن که این اتفاق بیفته، شما هم با ما مشارکت کنید و کمک کنید که ما بتونیم در تمام شهرها، در تمام شهرهایی که میشه صدای ایرانیان رو بلندتر فریاد زد، این حرکت رو انجام بدیم و نگذاریم که جامعه جهانی هم در مقابل این جنایتی که الان داره در برابر زنان ایرانی اتفاق میفته سکوت کنند. خیلی متشکرم از شما کیوان صمدی، بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید در رابطه با برگزاری اکسیون های خارج از کشور، تاریخش رو هم اعلام کردید. من اینجا یک بار دیگه تاریخی که شما اعلام کردید رو هم تکرار می کنم، شنبه 10 آگوست و همچنین یک شنبه 11 آگوست رو اعلام کردید. من اینجا برای اینکه بینندگان محترم یک بار دیگه در جریان قرار بگیرن رو تکرار کردم، شنبه 10 آگوست، یک شنبه 11 آگوست. فقط اینکه آیا در یک کشور مد نظر هست که این تجمعات برگزار بشه یا در کشورهای مختلف در نظر هست که این در واقع تجمعات به صورت سراسری برگزار بشه؟ اگر کشوری فعلا آماده اعلام آمادگی کرده یا کشورهای قرار هست به پیوندن، میشنویم از شما. بله، ما هدفی که داریم اینه که از غرب آمریکا و کانادا تا شرق استرالیا، یعنی سراسر جهان، در این حرکت هماهنگ جهانی شرکت کنند. فعالین بسیار در آلمان اعلام آمادگی کردند، در بریتانیا اعلام آمادگی کردند و ما منتظریم که کشورهای دیگه هم به این شهرها بپیوندند که ما بتونیم در نهایت در یک حرکت نمادین به صورت مشترک پوسترهایی رو در سوشال میدیا همون قرار بدیم و هممون در یک روز مشترک با هم برای زندانیان زن، برای احکام اعدامی که صادر شده و برای تمام زندانیان اعدامی یک نه بزرگ این بار به اعدام بگیم. همونطور که اون نه بزرگ رو در طول انتخابات به جمهوری اسلامی گفتیم، این بار نوبت نه بزرگ ما به اعدام هستش. خیلی متشکرم کیوان صمدی، ممنون که همراه ما بودید. حتما ما در تلویزیون کانال جدید روی این موضوع متمرکز خواهیم بود. مرتبا گزارشاتی که به دست ما میرسه از اینکه شهر یا کشورهای اضافه میشن به این لیست رو ما حتما اعلام خواهیم کرد در تلویزیون کانال جدید. این تریبون انقلاب زن، زندگی، آزادی، این تلویزیون تریبون جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی. بسیار خوشحالیم که همه با هم در یک مسیر دست در دست هم دادیم برای اینکه طعم آزادی رو بالاخره بچشیم. زنده باد شما فعالان انقلاب زن، زندگی، آزادی. زنده باد تمام تشکل‌های دانش آموزی، دانشجویی، زنان و جوانان داخل کشور. زنده باد بند زنان زندان اوین که این زندان رو و این بند رو تبدیل به خط مقدم انقلاب زن، زندگی، آزادی کردن. امیدوارم که تجمعات بسیار زیادی در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگوست برگزار بشه. همه با هم تلاش میکنیم که این تجمعات به صورت سراسری با شعار نه به اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی با قدرت تمام برگزار بشه. بازم ممنون کیوان صمدی که همراه ما بودی.